در خانه آقای اردشیر لاریدی هستیم، یکی از در واقع تاریخ‌های زنده ورزش به ویژه فوتبال و نقشی که در باروری فوتبال این جامعه برجت فوتبال امروز ما خیلی جلوتر و پیشرفته تر از 50 سال پیشه، 40 سال پیشه، 60 سال پیشه، هرچند که خیلی از در واقع درپای اصلی فوتبال به روی جهان و فوتبالیست های اون موقع ساختن، رفتن به المپیک 1964 یه دریچه است، یه دریچه جدیدی باز شد به روی فوتبال ما، یه موقعیت تازه پیدا کردیم، بعد از اون تونستیم بیام توی جام ملت ها قهرمان بشیم، بازی های آسیای قهرمان بشیم، حتی باشگاه قهرمان بشیم. طبیعه که این تاریخ و اردشیر خان از ابتداش بوده، حالا جدایی از سنشون من فکر میکنم تا اونجا که یادم میاد خیلی خیلی جوانتر بودن که بیشتر دوربر تشک کشتی بودن و بیشتر تو سالن‌های کشتی اردشیر خان اونجا میدیدن پشت میکروفون که در واقع جدول بندی کشتی ها رو انجام میداد و بعدها میامدن توی دبیرستان های ما که ما سنهای پایین تر بودیم برای کشف استعدادا یا در واقع کسایی که علاقه من به فوتبال بودن از دبیرستان ها می آوردن، یعنی در واقع میتونیم بگیم که یک بار فرهنگی هم اضافه میکردن به اون بازیکنی که با خودشون میرن، چه میخواستن اون بازیکن ها چه نمیخواستن و این خودش خیلی مهم بود. یعنی بحث طبقاتی و نمیدونم قشرهای خاص نیست، بحث فرهنگه. اشخان همیشه دبیرستان زاکروس بود، دبیرستان جلوه بود، دبیرستان اسدآبادی بود، ما تو دبیرستان اسدآبادی بودیم و خیلی از بازیکنهای تیمای اردشیر خان تو نوجوانان و جوانانشون تو دبیرستان ما بودن، بازی میکردن توی دبیرستان ها. من در واقع میخواستم خود اردشیر خان در واقع چطوری اصلا گرایش به فوتبال پیدا کردین، چطوری علاقمند شدین، چطوری در نقش یک مربی و معلم و در واقع سازنده، یعنی تو خودتون اینو میدیدین که میخوام برین یه نسلی رو تربیت کنید؟ دبیرستان اسدآبادی واسه مثلا یک سری از آدم ها جای خیلی مهمی بود و تأثیر واقعا به سزایی گذاشت، هم یک محیط سیاسی بود از احزاب و گروه ها توی این مدرسه یه عده بودن که نمایندگی میکردن، سمت راستی ها رو یه طرف یه عده بودن، چپی ها رو یه طرف بودن، یه عده بودن و اشکال مختلف. والیبالش اسدآبادی والیبال خوبی داشت، محل پیدا شدن یه نسلی بود که فرمارد غریبی ها مثلا آخرش بود تو تیم دبیرستان اسدآبادی که تو مسابقات باشگاه ها با اسم دخانیات بازی میکرد، این یه اسپوکر بود و خلیل پاک ندر بود و کوروس نامی بود، یه خیابونی بود الان هم هست، تا پیش از انقلاب اسمش بود خیابون خدایا دامپزشکی رو میخوام بگین؟ یا نه بالاتر سرسری میخورد به یه سریش میخورد به میدون انقلاب، خیابون میدون رضاشاه 24 اسفند، بله یه سریش هم میرفت میخورد به میدون آزادی که ساخته نشده بود. تو این فاصله یه ده بیستایی زمین خاکی بود، معروفترینش یکی بود مال داداشی، زمین داداشی پشت سرسبیل، پشت خوش دبیرستان شیش نفره بود اچخان؟ نه کوچی که دروبا میکردی میرن اون زمین ساسان بود، ساسان کوچیش بود. من شما رو اونجا بیشتر میدیدم. آفرین، زمین ساسان که درست شد تمرکز ایجاد شد، یه ده پراکنده بودن هر جا، زمین علی برادری یه جایی بود مثلا پای هاشمی،
میرفتن بازی میکردن. زمین میلان حسینی یه جایی بود، میرفتن اونجا بازی میکردن. ولی وقتی که زمین ساسان شکل گرفت، محمود خوشخان که خودش یه تیم داشت، تیم شاهین نمیدونم این طرف رو داشت، چی داشتن؟ وسپا داشتن، یه تیم اینطوری بودن، ترکی بود. بعدن هم بعدن اونا شدن وسپا. حسن چی بود اسمش؟ خدایا رفت تراکتورم رفت بازی کرد. چه حسن فانتوماس نمیدی؟ حسن فانتوماس شاملو، حسن شاملو. آره، فانتوماس شاملو بوداره. عجب جونوری هم بود، یادتونه؟ با اون احمد خیاط و اینا بودن، اکبر زرندی و اکبر خیاط. که اکبر خیاط تو همین چند سال پیش اکبر احمد نمیدونم چی بود اسمش. نه اکبر احمد کجا بود؟ روبیر داورپنا بود مغازش. آره احمد احمد یه عده رفتن زمین سایپا رو درست کردن، کمی حسن فانتوماس اینا بودن. یه عده بودن برادرای ابی و اسی، ببخشید حالا اینجوری میگم، اون موقع بهشون لقبشون گامبو بود. اسی گامبو دیگه، میاد تو برادری بازی به گونده. آفرین. خیلی هم قد بلند و چاقم بود. آره. خوب هم شد. اونا خیلی خوب بودن. آره. هم خودش هم برادری. نه اسی خوب بازی میکرد. و یه تیمی هم درست کرده بودن مثل خودشون که آخرین بازماندهش همین چند وقت پیش از اونجا رفت. اسخر میزرمی، بله. اسخر میوردن اونجا دفاع وسط میذاشتن. دفاع وسط دفاع اون خونم بود، نبی حاجیزاده، چاخان، نبی چاخان. نبی چاخان. یه چی نمیشه نگیم اسمشو، یعنی اصلا. نبی چاخان، اگر هر چیزی بگی اشتباه گفتی. خیلی آره، اونم بود همیشه خودشو میذاشت اونجا دفاع چپ تیم اسخرینا، یادتونه؟ آره. یه چیزی احمد صفایی هم یادتونه اونجا احمد بود؟ احمد صفایی بود، احمد چی بود خدایا؟ اون جلوتر از اینا بین رفت. اون صفاییه؟ احمد صفایی. اینا هم یه تیم بودن برای خودشون. تیم بودن، تیم پهلوانپور تو دست دوهای تهران مشهور بود. منصور پوریدری مثلا مثلا که فوتبال رو جدی یاد بگیره و جدی بازی کنه، رفت یه سال واسه تیم همین پهلوانپور. پهلوانپور مطرح بود اون موقع. آره مطرح بود تیمش. اون و غلام. آره غلام نیکپور. غلام وفاخا. غلام وفاخا. منصور و غلام وفاخا رفتن واسه اونا بازی کردن. بعد یه سال که بازی کردن اومدن دارایی. با حمید امینی خواه با اینا. با حمید امینی خواه. علی جباری، داداش علی جباری. اینا تو تاج سینا بازی میکردن ها؟ زمین تاج سینا یا تیر پایین شماره چهار؟ بله بله بله. اینا بچه اونجا بودن. علی جباری که مال اصلا اونجا بود. غلام هم اونجا بود. غلام هم اونجا بود. تیم محلی خوبی داشتن. تیم محلی خوبی داشتن. مسابقه بود بین وقتی یه شرکت میکردن، مثلا زمین ساسان یه مرکز بود. زمین برادری هم یه مرکز بود. برادری یه مرکز بود. این حسن یه دست بود. بله حسن یه دست. حسن یه دست بود، یه زمین داشت. یه بازیکن هم داشت محجوب اسمش بود، یادته؟ نه. حسن یه دست همیشه با خودش می آوردش میذاشتش، خوب هم بازی میکرد. بله. حسن یه دست. نمیدونی منان هست یا نه؟ نه نمیدونی. اون هم خیلی نقش داشت تو فوتبال محلات. اون عمر خیلی قوی بود. خیلی قوی بود. آره آدم داشت دیگه. آدم داشت. آره. بعد شما اون زمان کجا تیم داشتی یا بازی میکردی؟ ما تیمی که همزمان با همینا با این... آره ما بازی میکردم. من تو تیم داریوش ساسان، همون ساسان، زمین ساسان تیم داشت. داریوش یه تا تیم داشت، یه تیمش داریوش بود که هرمز نازی‌آبادی کاپیتانش بود. آره، و به وجود آورندهش بود. بله تیم خوبی هم بود. بچه هایی که علاقه داشتن به شاهین و به این جور تیما جمع می شدن تو تیم داریوش، داریوش ساسان. من تو این تیم بودم، گلر تیمشون بودم، بازی می کردیم، بازی نمی کردیم. تا همش هم جمعه ها دیگه مسابقه بازی ها. جمعه ها بازی از صبح مسابقه بود بیشتر. صبح مسابقه بود تا غروب که تاریک بشه هوا. 2000 تا هم تماشاچی داشت. من یادمه خیلی شده. خانوما خودراشون شوهراشون رو برمی داشتن می اومدن دور زمین می نشستن، روی پشت بونو می نشستن و یه فضای دل بخواه خیلی خیلی توصیف ناپذیری بود. آره ورزشی نبود.
خانوادگی اعتماد وجود داشت همه به هم، احترام وجود داشت، بعد همه میفهمیدن بچه محلی و یا رو زنش اومده میفهمیدن اینا رو. تنها جایی که مادر من اجازه میداد من باشون رفت آمد داشته باشیم خونه شون بمونیم، خونه جواد آشورزاده بود. بله آقا جواد. پدر جواد آشورزاده هم معتمد محل بود. اون موقع سقط فروشی میگفتن. الان نمیدونم چی میگن این فروشگاه های کمان زوره رو. مثل سوپرهای هایپر های آره مثل سوپرها و هایپر های آره. جواد یه تیم داشت جواد افسر تاج. بله. یه آقا رضایی بود، آقا رضا تاجبخش کارمند ژاندارمری اون تیم اون درست کرده بود. امتیازش هم از شخص خسروانی گرفته بود. تیمش و محیط حرکتیش و فعالیتش پینگ پونگ بود. اما جواد اومد رفت واسه شما یه تیم فوتبال درست کرد. تیم فوتبال جواد دیگه رقابت کرد با تیم فوتبال هرمز. خسروی حاتفی، خسروی امینی، امین فرخجسته. عجب تیمی هم. و اینها تو این تیم بازی میکردن. تیم جواد آشور داده. که بعدا یه سریشون رفتن دارایی دست جمعی ها یا رفتن تاج؟ نه دست جمعی رفتن. یا عقاب. تیم دارایی. دارایی بله دارایی دیگه. چون امینی یادمه دارایی دفاع وسط بازی میکرد. و در واقع خسرو عاطفی هم که جواد آشورزاده بود. چیزی پیدا شد یه کسی که بره مدرسه کل درس بخونه. منصور حضرتی کشتیگیری که تیم ملی هم بود واسه این کار رو جور کرد و یه آشنایی فامیلی با هم دیگه داشتن واسه اش جور کرد. این رفت این وقتی که رفت تیممون رو هوا جواد آشورزاده اومد پیش من گفت اردش اینجوریه این تیمه داره ابه میره، یعنی ابه رفته دیگه، من فردا برم دیگه این تیمی وجود نداره مگر یعنی اینکه تو بیای بگیریش. و ما حالا اصلا بتون کارمون جوری دیگه بود، ما شاهینی بودیم، اینا تاجی بودن. ولی وقتی که جواد گفت دیگه گفتم باشه من میام، فقط یه شرط دارم. گفت چه شرطی؟ گفتم هر نفر یه توپ داشته باشه. خیلی سخت بود. آره خیلی سخت بود. تهیه یه توپش هم سخت بود اون موقع. چیزی گفتیم که نشه و اون وقتی انجامش داد معلوم شد که دیگه کاملا محکمه که این کار رو انجام بده، نداره این تیم رو ببره. خب باشه، رفت و 14 تا توپ خرید پاکستانی، دوتایی با هم دوختیمشون دوباره. از اون بندی ها بود؟ از اون بندی ها میکشیدیم. آره 14 تا هم خودش داشت، درست میشه 4 تا ما توپ داشتیم. 24 تا توپ تو زمین ساسان، زمین ساسان اینجوری بود. بله شما جنوبی کج بود یادم میاد، درش از این ور در طرف شرق باز میشد. ما میرفتیم بچه ها رو میذاشتیم پشت این دیوار و همین سدن توپ رو همین نیستن میزدن به دیوار با توپ. یه نفره کار دو نفره رو انجام میدن، تکنیک کار میکردن که بعدها آقای رایکوف اومد تو فوتبال ایران. از جمله کارهایی که رایکوف کرد واسه فوتبال ایران یه دوره کلاس مربیگری گذاشت، 3 ماه عملی 3 ماه هم تئوری، 6 ماه این کلاس طول کشید. ما وقتی رفتیم تو کلاس دیدیم که تقریبا 80% کارهایی که ما تو اون کلاس انجام داده بودیم آقای رایکوف هم همون رو تایید کرد. این بعد از دیتمار کرامر بود؟ نه جلوتر دیتمار. قبل از دیتمار کرامر؟ نه جلوتر دیتمار. اونم تأثیر داشت دیتمار کرامر هم خیلی. بله. اما رایکوف یه چیز دیگه بود فکر میکنم. رایکوف؟ قبل از رایکوف کلاس مربیگری تو ایران نبوده. اینجوری که من میپرسیدم و جواب یه دوره های مثل که کوچی کوچی مدرسه مجاریه اون کار خودشون میکرد. البته بیشتر آموزشی بود، کلاس اونطوری نبود. یه کلاس کلاس ها رو توی دانشسرا میذاشتن فوتبالی مثل نادر لطیفی واسه خودش یک مکتبی داشت، یه تزی داشت، یه گروهی داشت، یه مجموعه‌ای داشت، کار خودشو میکرد. منصور خان امیراسپی کار خودشو میکرد. بله. راه آهن آقا مدد و بعد امیر ابوطالب و
و بعد پرویز ابوطالب به همین ترتیب مدد امیر پرویز. همون دوره خود شما هم بود دیگه، شما هم همون دوره بودیم با ما. آره ما بعدا امیر و پرویز بودن. آره. شما دیگه فعال بودیم من یادم میاد. ما دیگه جوجای سرتخت رو برده. نه قبل از اینکه یعنی دیو میدم 600 تا بازیکن تو زمین باور کن 10 دقیقه 10 دقیقه اینا رو آزمایش میکردن 10 دقیقه 10 دقیقه یادتونه؟ بله. و خیلی هم تاثیرگذار بود اون. این قصه فوتبال ما بود و اون قسمت ها. این بودن آقای جواد آشورزاده مثلا، خود آقای مددنویی و نمیدونم بقیه کسایی که نقش داشتن توی چرا کم شدیم یه حوزه خیلی زیاد بود. شما آقای چیز هم داشتین نامداری رو، درست میگم؟ بله. نامدار یا نامداری؟ نامدار یوسف نامدار. تیم زیر دست شما رو داشت، آن نوجوانان رو میسکه یوسف نامدار. نه ما تو راه آهن هر کی یه تیم داشت. امیر خان آقا مدد فقط با اون زمان تیم داشت، اونم جلوتر داشت ولی آره اون زمان نداشت. آره سنش هم بالا رفته. امیر خان یه تیم داشت، منو اینکه آره مربی کل راه هم بود، یه تیم جوان هم داشت که روی علایقش شکلشون داد. آره. پرویز یه تیم داشت. پرویز رو یادم نمیاد اون موقع تیم داشت. اون موقع رفته بود، ما بودیم رفته بود دیهیم، یادتونه؟ دیهیم هم رفته بود، تو دیهیم هم که رفته بود، تو راه هم بود و تا زمانی که تو دیهیم به رسمیت نشناختنش، بهش جا و مکان درست حسابی ندادن، تو راه هم بود، تو راهن زمین راهن اینجا بود، بغلش یه دونه سالن سرپوشیده بود، پشت سالن سرپوشیده یه دونه زمین دیگه بود شنی، اینجا رو پرویز درست کرده بود یا اینجا رو پرویز بازی میکرد که میخورد به کوی راهن. بله میدونم، میرفت تای حافظ اون رو به رواره میرفت، بچه های اونجا رو میابرد و تو این قسمت تمرین میکرد. چقدر هم دوست داشت این کار رو ازش خواهد. آره. من هیچ گیر رو ندیدم اینقدر علاقه داشته باشه. حالا باهوش نبود اما علاقش خیلی زیاد. علاقش خیلی زیاد بود. کتاب خودش در می آورد، خرج می کرد، فوتوکوپی در می آورد. خیلی چیز داشت، نقش داشت اون موقع پرویزم. بله. حالا امیر به یه شکلی دیگه، شما به یه شکلی دیگه، نامدار به یه شکلی دیگه، منتهی مجموعی که اونجا بود عجیب غریب بود دیگه. یعنی روزانه شما چند تا بازیکن میدیدین آخه؟ من یادم این ناصر محمدخانی، فرشاد پیوس اونجا در بودن. یه روز امیر خان دست منو گرفت کنار زمین، گفت جان پسر جیغیده رو ببین، سیاه سوخته رو ببین چی کار میکنه. گفت الان میفرستمش تو بازی ببین. فرستادش، آقا دیدم بعد فهمیدیم فرشاد پیوسه. یعنی میگفت هر چی یاد گرفتم تو راهن یاد گرفتم. در مورد در واقع سازندگی این تیم ها تو مناطق مختلف تو محلات، حالا از نظر اقتصادی میشه یه دلایلی رو آورد، خب زمین الان گرونه، تمرکز زیاده، جمعیت افزایش پیدا کرده، 18 میلیون جمعیت تهران مثلا فلان، این دیگه امکان نمیده یه زمین خاکی خوب باشه. نه دیگه، این دیگه وظیفه دولته. باید یه فکری دیگه میکرد که نکرد. یعنی نسل شما که ویل کردین در واقع این کارو، که شاید هم نخواستین ویل کنی، ویل شد اصلا خود به خود شرایط اینطوری. این مهمه که ما این قصه رو به اشتباه فردی نگاه کنیم، بگیم اینا اومدن اینجوری شد، اینا رفتن اینجوری نشد، یا اینکه به نظر من واقعی نگاه کنیم و ببینیم که اوضاع اجتماع به هم دیگه. یه تیکه زمین بود اینجا 70 ساله بود، هنوزم بود و این کاری به کارش نمیداشتی، یه اتفاقی این نمیافتاد بازم بود، اتفاق افتاد. یه آدمی که خونه نداشت، زمین، محل زندگی نداشت، اومد چسبیده به این زمینه واسه خودش یه جایی آلمانکی درست کرد، بعد از مدتی رفت توش نشست. اینو دیگه نمیشه بیرونش کرد. شهرداری تهران میخواست زمینه فوتبال رو حفظ کنه، نمیتونست حفظ کنه. یزدی ها با اون میلو کلنگ یزدیشون اومده بودن همه جا رو ببرده که نساخته بود میساختن. دقیقا اینطوری بود. آره نمیخواستن. یعنی آبادانی شهر به زمین ها غلبه کرد، نه اراده فلان آدم. شما اما ادامه دادین تو راهن ها؟ تو راهن
آمده آقای امیرخان یه مردانگی کرده که خب فراموش نمیشه، جز اون یکی هم ذهن آدم میمونه. ما این تیم خودمون رو داشتیم، هفته یه جلسه جمع میشدیم تو زمین راهن، هفته یه دو جلسه هم میرفتیم شهرارا زمین خاکی. آقای امیرخان یه روز به من گفت چه فلانی شما اگه میخوای بیا با ما تمرین کن. گفتم چجوری؟ گفت چی دیگه، شما بیا یه ساعتی رو انتخاب کن، اون ساعت زمین مال شما، شما تمرین بده، مداد یه منظم باشه، یه همیشه میای همیشه بیا فلان. باریکلا با ما یک ساعت زمین داد، ساعت 6 تا 8 صبح که معمولا هم تا 9 و 10 هم طول میکشید. از اون بازی عجب تازه صبح بوده، صبح روز جمعه. آره هم میومدن بازی کنه عرض خانه ها، صبح 6 صبح، 6 صبح تو زمین حاضر آماده بوده. خیلی با حالا فرق داشت از نظر عاطفی، همون جواب داد برای همون بازیکن های زیادی اومدن تو تیم ملی جوانان ایران، تیم ملی خودمون خیلی خوب بودن دیگه. بهداشت و اینا هم حالا همون نسل دیگه بلافصل چسبیده به همونا. آره واقعا بهداشت اینا با شماها نبسلن. آره ما یکی دو چند سال جلوتر بودیم، ما اون نسل اصغر اسدزاده چی آبی بودیم؟ چی؟ ستاره آبی؟ ما؟ آره. تو راهن؟ نه تو خودتون با آه غرب، غرب تهران آرش بودیم. آره مربیمون دکتر ایرج صالحی بود، یک پزشک انسان بزرگی که مجانی برای ما پیرهن می‌خرید. اصلا خودش دانشجو پزشکی بود، مربی ما هم بود، آدم بود عدشی خان، آدم بود. تو من خیلی زود جدا شدم از اونا. جامعه رادیو یادتونه؟ بله. از جامعه رادیو ما همه کوچ کردیم به راهن، لوکوموتیو و فینال امجدی و 400 دستگاه بازی کردیم یادتونه؟ بله. بعد از اون شما چیکار کردین؟ بعد دیگه انقلاب شد و شما ول کردین ها؟ نه ول نکردیم، بودیم با راهن تا آخرین لحظه بودیم، تا روزی بودیم که آقا مدد یه حرفی زد. آقا مدد یه حرفی زد، من گفتم امیرخان بریم. گفت نه باشه. گفتم امیرخان ما رو تو نگفتن نیاین بریم. این حرفی که آمده زد، آمده زد هیچ موقع حرف همینجوری رو هوا نمیزنه، لهجهش یه جوری هست جدی نگیر آدم. آره ولی چن عمق داره حرفاش. اینا خواب دیدن واسه این زمین، واسه این ورزشگاه، ما اگه بخوام مقاومت کنیم اون وقت بد جوری تموم میشه. آره. به ضرر ما هم تموم میشه. مقابله ایجاد میکرد دیگه. آره. بیایم کنار. بالاخره امیر متقاعد کردم که بیام کنار و اومدیم کنار و بعدش امیر گفت که تو چقدر خوب حساب کرده بودی. خیلی اوضاع خرابه. الان اینا با خودشون تو خودشون دعواست. شب خوابیدیم، صبح بلند شدیم و تو حیات دیدیم که اک برف 10 سانت برف نشسته رو زمین. حالا ما چیکار کنیم؟ بچه‌ها رو چیکار کنیم؟ تمرین چی میشه؟ واقعا عزا گرفته. من خودم رو میگم که من الان چجوری کار کنم؟ چی بگم مثلا به این بچه‌ها؟ خودم رو رسوندم به زمین راهن. یعنی امیر ابوطالب بدتر از ما، پریشون‌تر. رفتیم بودم هم میخوام برو یه دونه پارو بیار رو زمین رو پارو کنیم. چجوری دیمونه من میشه زمین با این بزرگی رو پاری کنم؟ برو بیار آره بریم میشه یا نمیشه. رفتش و چند تا پارو آورد و دفعش ده تا پتوهای مال راه آهن آبی سرمه‌ای اونا رو پهن کردیم، برفا رو ریختیم روی این پتوها، کشیدیم آوردیم ریختیم بیرون از زمین. یک چهارم زمین رو ما پاک کردیم دو نفری. چهار اینجوری کار کردیم.